با گذشت نزدیک به سه ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس هیچ نشانه از پایان آن به نظر نمی رسد. به گفته مقام های سهی باریکه غزه در ادامه حملات اسرائیل حد اقل چارده نفر به شمول نه کودک روز پنجشنبه در منطقه خانیونس در جنوب این باریکه کشته شدند. اردوی اسرائیل در مورد این حمله مشخص ابراز نظر نکرده. ولی از انجام حملات هوایی بر موازی گروه حماس در خان یونس خبر داده است. رئیس اداره استخبارات اسرائیل یا موساد گفته است که این اداره هر آن عضو حماس را هدف قرار خواهد داد که در حمله هفتم اکتبر بر اسرائیل دست داشته باشد. یک روز قبل از این هشدار ساله العروری، رهبر ارشد سیاسی حماس در نتیجه حمله یک تیاره بسرنشین در لبنان کشته شد. در حالی که منابع فلسطینی و لبنانی این حمله را به اسرائیل نسبت می دهد، اسرائیل دست داشتن در آن را رد یا تأیید نکرده و وزارت خارجه ایالات متحده نیز دخالت اسرائیل در آن را تأیید نمی کند. می خواهم بگویم که او یک تروریست بیرحم بود که دستش با خون غیر نظامیان آلوده بود و بیشتر از این نمی خواهم چیز بگویم. سید حسن نصر رهبر حزب الله لبنان گفته است که پس از کشته شدن صالح العروری نمی توانند خاموش بمانند برخی از تحلیلگران میگویند که کشته شدن صالح ممکن منجر به یک جنگ وسیتر در منطقه شود و مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس را با بست مواجه کند فکر می کنم این کار ممکن هر نوع تلاش در مذاکرات به خاطر رهایی گروگانان و برقراری آتش بس را پیچیده سازد زیرا این فرد یعنی ساله الاروری یک کانال کلیدی ارتباطی در این مذاکرات بود در عین حال مسئولیت دو انفجار روز چهارشنبه در ایران را هیچ فرد یا گروه ادعا نکرده است این انفجارها در مراسم یادبود از کشته شدن قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان صورت گرفت و منجر به کشته شدن حدود 100 نفر شد. رئیس جمهور ایران هشدار داده است که عاملان آن بهای عظیم خواهند پرداخت. من به رژیم می تردید نکنید. جنایت هایی که مرتکب شدید خواهید داشت که سخت پشیمان کننده خواهد بود قصر سفید دست داشتن اسرائیل در انفجارهای ایران را نمی پذیرت. در حال حاضر هیچ نشانه ای نداریم که اسرائیل به نحوه در این حملات دخالت داشته باشد. پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، درگیری میان جنگجویان حزب الله لبنان با نظامیان اسرائیلی و حملات حوسی های یمن بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ نیز افزایش یافته است. ایالات متحده هر دو را گروه های نیابتی ایران می واشنگتن برای جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه هزاران نظامی خود را در منطقه جابجا کرده و روز چهارشنبه بار دیگر به با گروه حوسی هشدار داد تا از حمله بر کشتی های تجارتی خودداری کند. به گفته یک مقام ارشد امریکایی حوسی ها پس از این نمی که انتظار هشدار بعدی از سوی ایالات متحده و متحدین آن را داشته باشند. سید عزیز رحمان صدای امریکا واشنگتن